به نام خدا، غزال یحیوی هستم. با آموزش نقاشی دیجیتالی در نرم افزار ایلاستریتور در خدمت شما هستم. توی این درس یه سری توضیحات و نکات مهم برای معرفی و شروع کارمون خواهیم داشت. چیزی که در جامعه امروز مورد استقبال اکثر طراحان قرار گرفته، نقاشی های دیجیتالی یا همون دیجیتال پینتینگ هستش. نقاشی دیجیتالی یک هنر نو و جدید هستش که از تکنیک های مختلفی برای طراحی استفاده میشه، مثل نقاشی رنگ روغن، مثل آب رنگ، مثل مداد رنگی و غیره، که همکنون همه اینا جای خودش رو به نقاشی دیجیتالی داده که بسیار راحت تر هم هست، که با انواع نرم افزارهایی از جمله فتوشاپ و ایلاستریتور مورد استفاده قرار میگیره و همچنین با انواع قلمهای نوری که خیلی بهتر و راحت تر هم هست میشه کار کرد. حالا میخوایم بریم سراغ این که نقاشی دیجیتالی در کجاها کاربرد داره. به هر حال ما برای یه هدف مشخصی داریم این کارو انجام میدیم دیگه. به عنوان مثال در آثار گرافیکی از جمله انواع پوسترها، کاور موزیک‌ها، تصویرسازی جلد انواع مجلات از جمله کودک، جلد کتاب‌ها، انیمیشن و غیره. مثلا اگر هدف طراحی پوستر باشه، یه سری نکات باید توش رعایت بشه. این که باعث جلب توجه بیننده بشه، ترکیب جذابی برای بیننده باشه و همچنین ایده پردازی داشته باشه و طراح هم بتونه از تکنیک‌ها و رنگ‌ها درست استفاده کنه. در نقاشی دیجیتالی ایده رو فراموش نکنید. بیشتر اتود بزنید و اگه کارتون داره تنوع بالایی باشه قطعا موفق‌تر خواهید بود و همچنین کارتون ترکیب بندی یا کمپوزیسیون داشته باشه. خب، در محیط نرم افزار هستیم. توی این درس ما به معرفی ابزار مهم برای نقاشی دیجیتالی و همچنین آشنایی با برخی از پالت ها میپردازیم. ما برای شروع کارمون ابتدا نیازمند یک پس زمینه هستیم. برای داشتن پس زمینه یا همون آرت ورکمون میایم این قسمت، فایل، نیو و این پنجره برای ما نمایش داده میشه. داخل این پنجره این قسمت ابتدا عمودی بودن یا افقی بودن کارمون رو باید مشخص کنیم. توی قسمت آرت بوردز میایم تعداد صفحاتمون رو مشخص میکنیم. حالا به عنوان مثال یک صفحه ما داریم. توی این قسمت از بالا، پایین، چپ و راست خودمون به صورت دلبخواهی بهش سایز میدیم که مناسب اندازه کارمون باشه. توی قسمت کالر مود ما دو تا گزینه داریم، RGB و CMYK. که اول باید معلوم کنیم که کارمون میخواد بره برای چاپ یا اینکه نه توی گوشی میخوایم نمایش داده بشه. اگر میخواد بره برای چاپ پس بهتره که کالر مودمون روی CMYK تیک بخوره. حالا روی این قسمت وضوح کارمون هستش که دوباره توضیح میدم، اگر قراره توی گوشی باشه پس بهتره که بذاریم روی 72 PPI، اگر قراره که کارمون به چاپ برسه پس بهتره که روی 300 PPI باشه. خب اوکیش میکنیم، صفحه برای ما باز میشه، یا بهتر بگم همون آرت ورک. توی قسمت سمت چپ ما یه سری ابزارهایی رو داریم که یه سری دسترسی ها به من میده. اول از همه میگیم که مهمترین و مناسبترین ابزار غیر از قلم نوری برای نقاشی دیجیتالی ابزار پنتول هستش. حالا پنتول کدوم ابزاره؟ از بالا سمت چپ چهارمین ابزار، ابزار پنتول هستش. ما میتونیم اینجا نمایشش بدیم که این ابزار برای دورگیری کارمون، مخصوصا طرحی که خودمون طراحی کرده باشیم، بسیار مناسب هستش. حالا بریم سراغ قسمت پالت ها. توی پالت ها اول از همه وقتی که ما میخوایم طرحمون رو شروع کنیم، ما این قسمت پالت لیر رو خیلی لازم داریم. یعنی چی؟ یعنی قسمت به قسمت کارمون باید لایه داشته باشه. یعنی اگر مثلا صورت یک بچه‌ای رو میخوایم کار کنیم، لایه یک. اگه مثلا لباسش رو میخوایم کار کنیم، یه لایه جدید هم برای لباسش میسازیم و همینطور لایه ها اضافه میشه و این باعث میشه که با هم دیگه ادغام نباشه و اگر خدایی نکرده مثلا کارمون یکی از لیرهامون بپره، ما بتونیم دوباره لایه سازی کنیم. توی این قسمت ما پالت سوئچ رو داریم که یه سری دسترسی های رنگی به ما میده که بتونیم کارمون رو رنگ کنیم، هر رنگ دلخواهی که میخوایم روش بزنیم. خب و همچنین پالت ترانسپرنسی رو نیاز داریم. این قسمت اوپاسیتی یا همون نور یا کیفیت کارمونه که اوپاسیتی رو میتونیم بذاریم روی 50%. ببینید هی داره کم میشه، هرچی به نقطه 0 برسه کلن از بین میره. پس اوپاسیتی رو نصفش میکنیم. چرا؟ که بتونیم کار زیریمون رو ببینیم و دورگیریمون رو انجام بدیم.
و نکته مهم این که این را باید بدونید که پالت های ما توی قسمت ویندو قرار داره. اینجا وقتی تیک خورده یعنی ما این پالت ها رو در قسمت راست داریم، ولی اینایی که تیک نخورده یعنی نداریم. پس هر جایی که میخواید شما پالت مد نظر خودتون رو پیدا کنید توی قسمت ویندو دنبالش میگردید. توی این درس ما میخواییم که به اجرای طرحمون بپردازیم. اول از همه برای ایجاد کاراکتر ابتدا ما باید یه طرح اولیه داشته باشیم. حالا این طرح اولیه میتونه عکس خودتون باشه، ممکن از اینترنت دانلود کرده باشید یا اونو به صورت دستی توی کاغذ طراحی کرده باشید. برای شروع کارمون ما پس زمینمون رو داریم، میریم قسمت فایل و گزینه پلیس رو انتخاب میکنیم. طرحمون رو پیدا میکنیم، اوکیش میکنیم و با کمک شیفت این رو توی آرت ورکمون جایگذاری میکنیم. دقت داشته باشید که اگه شیفت رو نگیرید ممکنه که طرحتون دفرمه بشه. خب یه توضیح کوتاهی من بدم در مورد پلیس کردن یا اوپن کردن در محیط نرم افزار. اول از همه باید بدونیم که نرم افزار ایلستریتور بر مبنای وکتور کار انجام میده. پس ما عکسمون رو داخل این نرم افزار پلیس میکنیم. اما برخلاف فتوشاپ که بر مبنای پیکسل کار انجام میده، ما داخل فتوشاپ کارمون رو اوپن میکنیم. پس یه فرقی بین این دو هست. که نرم افزار ایلستریتور بهترین مناسب ترین نرم افزار برای نقاشی دیجیتالی هستش. چرا؟ چون بر مبنای وکتور کار انجام میده. طرحمون رو باز کردیم، ابتدا میریم سراغ پالت لیر. این قسمت یه لیر جدید اضافه میکنیم، میریم سراغ ابزار پنتول و کارمون رو شروع میکنیم. لیر 1 با کمک ابزار پنتول دورگیریمون رو انجام میدیم. دقت داشته باشید که این رو با جزئیات بیشتر و آرومتر باید انجام بدید. میایم توی پالت ترانسپرنسی که این قسمته و اپاسیتی رو همونطور که قبلا گفته بودم میذاریم روی حداقل 50% که این یه مقدار کم رنگ بشه که ما بتونیم لایه زیرین رو ببینیم. حالا میایم قسمت فیل یا استروک. این قسمت ما نباید استروک داشته باشه. ایکس رو میزنیم و فیل یا استروکش رو میذاریم در حالت نان. اپاسیتیمون هم که کم شد. این میشه لایه اول. برای لایه دوم دوباره یه لایه جدید میسازیم. میایم سراغ برگ ها. برگ اول و میتونیم رنگ سبز رو براش انتخاب کنیم. برای برگ دوم لایه جدید. و همینطور برگ سوم لایه جدید. تا که مشاهده میکنید این شیوه خیلی آسونه نسبت به نقاشی های دستی که زمان بیشتری هم میبره. برگ چهارم لایه جدید. شیم رنگش رو هم حالا تغییر بدیم. برگ پنجم لایه جدید. به همین صورت اگر خطایی کردیم با کنترل زد برمیگردیم به حالت اولیه. اگر این قسمت با این قسمت ادغام نشد با کمک همین نقطه میتونیم دوباره برش گردونیم و جایگذاری رو انجام بدیم که با هم قشنگ ترکیب بشن. یعنی امکان اصلاح داره. آخرین برگمون کارمون رو انجام میدیم و تمام. برای شاخش هم ممکن برای شما عزیزان یه سوالی پیش بیاد که چرا اینا همش میاد روی هم دیگه. برای این کار اصلا هیچ مشکلی نیستش. کلیک راست رو میزنیم، ارنج رو انتخاب میکنیم و سنت تو بک رو میزنیم. سنت تو بک یعنی این که شما این لایه رویه رو بنداز پشت، مثلا بنداز پشت برگ ها به همین راحتی.
حالا رنگ اینجا رو هم خودمون تعیین میکنیم. میتونیم یه بازیایی با این نقطه ها انجام بدیم، قشنگ جاگذاری کنیم. بیایم سراغ لایه اولمون، اوپاسیتیش رو هم زیاد کنیم. به همین صورت نقاشی ما انجام شد. برای نقطه هاش رو میتونیم بیایم این قسمت، کلیک راست کنیم، دایره رو انتخاب کنیم، شیفت رو بگیریم که منظم جاگذاری کنه. دونه دونه نقطه هاش رو اینجا میتونیم قشنگ روش کار کنیم، درست کنیم و اندازه خودش باشه. به همین راحتی دوباره شیفت رو میتونیم بگیریم، نقطه دوم رو جایگذاری کنیم و به همین راحتی جایگذاری انجام بدیم، رو رنگ دلخواهمون رو انتخاب کنیم. میریم سراغ لایه اصلیمون که توت فرنگی هستش انتخاب میکنیم. به همین راحتی که مشاهده کردید. همونطور که قبلا بهتون گفته بودم، برای ایجاد کاراکتر ما باید یه طرح اولیه داشته باشیم. و چه بهتر که این طرح اولیه 0 تا 100ش طراحی خودتون باشه. من طرح خودم رو از قبل آماده کردم و میخوام که توی نرم افزار اجراش کنم. اگر که شما قلم نوری دارید، بسیار راحت میتونید کارتون رو انجام بدید. اگر نه که همین ابزار پنتول برای کار ما مناسب هستش. فقط این قسمت طرح ما یک مقدار با طرح اولیه تفاوت داره و فرقش هم اینه که طرح اولیه ما یه طرح آماده و بسیار ساده بود. اما این بار میخوایم کارمون رو با یه طرح پیچیده که خودمون طراحی کردیم شروع کنیم. صفحمون رو باز کردیم، عکسمون هم متناسب با اندازه صفحه جایگذاری شده. حالا میخوایم بریم سراغ خطکش. برای اینکه بخوایم خطکش رو وارد نرم افزار کنیم، روی کیبورد دکمه کنترل آر رو فشار میدیم و این قسمت برای ما نمایش داده میشه. اگر خطکش ما روی میلیمتر باشه، روی خودش کلیک راست میکنیم و میذاریم روی سانتیمتر و تبدیل به سانتیمتر میشه. خطکش به ما این امکان رو میده که ما بتونیم کارمون رو دقیق‌تر انجام بدیم. حالا برای شروع کارمون ما یه سری پالت نیاز داریم. اول پالت لیر، بعد پالت سواج که یه سری دسترسی های رنگی به من میده و سومیش پالت ترانسپرنسی که از این قسمت بتونیم اپاسیتی کارمون رو کم کنیم. پالت ها هم که بهتون گفته بودم توی ویندو، هر کدوم که ندارید میتونید از اینجا پیدا کنید. حالا با دکمه کنترل مثبت طرحمون رو میاریم جلو تا بتونیم جزئیات رو به طور کامل ببینیم. میریم سراغ ابزار پنتول و شروع میکنیم به نقاشی کردن. اینجا من دیگه زیرشو نمیبینم. میام قسمت اپاسیتی کمش میکنم تا بتونم راحت طرح زیرینمو ببینم. رنگ دلخواهم رو انتخاب میکنم، بهش رنگ میدم. دوباره اپاسیتی. هر جایی کارم که اشتباه کردید اصلا نگران نباشید. با همین نقطه هایی که اینجا ایجاد کردید میتونید این رو جابجا کنید و بتونید اصلاحش کنید. یعنی قابلیت اصلاح داره. این رو برای لایه اولم انتخاب کردم. به همین شکل که مشاهده کردین اینجاشو احساس میکنم که یه مقدار کجه و صافش میکنم به کمک همین نقطه. برای لایه بعدیمون میخواییم بریم سراغ این قسمت ها. از بالا میشماریم 2, 3, 4 پنجمین ابزار، کلیک راست میکنیم روش، مربع رو انتخاب میکنیم و یه مربع اینجا میکشیم. دوباره اپاسیتی رو کم میکنیم و میتونیم که این رو مرتبش کنیم. رنگ دلخواهم رو بهش میدیم و میذاریم که توی اپاسیتی کم فعلا موندگار باشه. دوباره مجدد مربع بعدی
اپاسیتی کم مرتبش میکنی. خب حالا تک تک اینایی که کار کردیم اپاسیتیش رو زیاد میکنی. این کارمون رو زیرش رو نیاز داریم. اینم همینطور. دوباره مربع بعدی. اپاسیتی کم. این استروک داره و میخوام که استروکش رو روی حالت نان قرار بدم تا از بین بره. نیازی به استروک نداریم ما اینجا. حالا اینطور که مشاهده میکنید این مربع اومده روی این قسمت. خب ما باید چیکار کنیم؟ کلیک راست، ارنج، سن تو بک، بفرست بره پشت. این میره دقیقاً پشت این قسمت قرار میگیره. یعنی وقتی کارتون رو تموم کردید میتونید با این گزینه به راحتی این کار رو انجام بدید. خب بریم سراغ ابزار پنتول، مجدد، لایه جدید. با کمک ابزار پن، سومین ابزار که برخلاف ابزار پن تول این دیگه خطای منحنی به ما نمیده. خطای شکسته به ما میده. هیچ فرقی هم با ابزار پن تول نداره. فقط فرقش در خطای منحنی هستش. برای اینکه بتونیم از کارمون کپی بگیریم با کنترل سی کنترل وی که کارمون راحت میکنه که مجدد نخواهیم دوباره این رو تکراری طراحی کنیم.
دوباره اپاسیتی؟ رنگ دلخواهم رو انتخاب میکنم. بهش رنگ میدم. مرتبش میکنیم. دوباره مربع بعدی. رنگ دلخواهم رو بهش میدیم. رنگ دلخواهم رو انتخاب میکنم. بهش رنگ میدم. کلیک راست، ارنج، سنت تو بک. درس ما میخواییم به آموزش تریس کردن تصویرمون بپردازیم. اول از همه عکس مد نظرمون رو باز کردیم، توی پس زمینه یا همون آرت ورکمون ذخیرش کردیم. حالا میاییم قسمت ویندو، پالت ایمیج تریس رو پیدا میکنیم. اینجا یه پنجره‌ای برای ما نمایش داده میشه. خب توی این قسمت که کلیک میکنیم، اینجا یه سری دسترسی ها به من میده که هر کدومش یه کاری انجام میده. به عنوان مثال من میخوام روی گزینه 16 کالر کلیک کنم که ببینم چه اتفاقی برای تصویر من میفته. اوکی میکنم. البته یه مقدار هم طول میکشه. همونطور که مشاهده میکنید تصویر ما تریس شد. یعنی چی؟ یعنی اینکه میاد تصویر ما رو به 16 رنگی که خودش تشخیص میده حل میکنه. در واقع رنگ رو حل میکنه تو سطح وسیع رنگی. حالا میخوام بهتون بگم که مهمترین ابزار بعد از ابزار پنتول برای همین نقاشی دیجیتال یا دیجیتال پینتینگ همین ابزارهای ایمیج تریس هستش. رو هر گزینه‌ای که کلیک کنیم خودش رنگ رو حل میکنه در سطح وسیع رنگی. این کار بسیار آسان‌تر هم انجام میشه. وقتی که این تصویرمون رو مشاهده کردیم، میایم قسمت Object، گزینه Expand رو انتخاب میکنیم و روش کلیک میکنیم. همونطور که دارید مشاهده میکنید، اینجا به ما یک مجموعه رنگی رو نشون میده. یعنی میاد تمامی پوینت های نقاشی رو به صورت یک مجموعه نشون میده. دونه به دونه تیکه تیکه Object ها رو به ما نشون میده که میتونیم روشون کار کنیم. میایم روی این مجموعه کلیک راست میکنیم و گزینه آن گروپ رو انتخاب میکنیم. وقتی گزینه آن گروپ رو انتخاب میکنیم از حالت یک مجموعه خارج میشه و ما میتونیم دونه دونه روی اینا کار کنیم. به عنوان مثال اگه این قسمت رو من کلیک کنم میخوام روش کار کنم، میتونم رنگش رو تغییر بدم.
رنگ مد نظر خودم رو روش اضافه کنم. یا مثلا روی این قسمت کلیک کنم، میتونم هر رنگی که دل بخواهمه روش انجام بدم. هر رنگی که متناسب با کارتون هستش. یعنی خوبیش اینه که توی محیط نرم افزار راحت میشه این کار رو انجام داد. دیگه تیکه تیکه آبجکت ها رو به ما نشون نمیده به صورت یک مجموعه. خودمون میتونیم دونه دونه روش کار کنیم. حالا مثلا تصویرمون میتونه یک منظره باشه، همه ابرها با هم باشه، یا اینکه مثلا یک جنگلی باشه. وقتی کارمون به اتمام رسید و ما میخوایم این رو سیف کنیم و ببریمش برای چاپ، بهتون گفته بودم که برای چاپ کردن مد رنگیمون حتما باید روی CMYK باشه. میریم فایل، گزینه سیف از رو انتخاب میکنیم، جایی که میخوایم سیف کنیم هم انتخاب میکنیم. برای فرمتش باید بیایم یک بار با فرمت EPS ذخیرش کنیم. حالا بهتون میگم برای چی. فرمت EPS که برای چاپخونه هستش و این لول اول هستش. مشتریمون لول بعده. برای مشتریمون یه فایل دیگه با فرمت AI یا خود ایلستریتور ذخیره میکنیم. این فایل EPS که مرحله اول هستش وارد انواع نرم افزارها میتونه بشه. اما فایل AI فقط میتونه وارد ایلستریتور بشه و روش کار کنه. EPS برای چاپخونه هستش که اگر کیفیت کار خدای نکرده بیاد پایین، دیگه دست ما نیست، دست چاپخونه هستش. تو این درس میخوایم مروری داشته باشیم بر این آموزش. ابتدا به شناخت و معرفی ناحیه نرم افزار پرداختیم و سپس کاربرد ایلستریتور در آثار گرافیکی رو توضیح دادیم و بعد به کاربرد هر کدوم از ابزارهای مهم از جمله ابزار پنتول پرداختیم و در مورد اهمیت هر کدوم از پالت‌های مهم گفتیم و در نهایت به اجرای طرح‌هایی با استفاده از نقاشی دیجیتالی پرداختیم و سپس به آموزش تریس کردن و نحوه اکسپند کردن تصویرمون به کمک یک مجموعه رنگی پرداختیم. لطفاً هر فیدبک و نظری در خصوص این آموزش و محتوای اون دارید در قسمت نظرات آموزش با ما در میون بگذارید. با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان و خدا نگهدارتون.